در بخش سوم جرگه صلح نسل نو و جوانان ولایت سمنگان، همزمان با ایراد خواست های اعضای کمیته های کاری، منشی های کمیته ها قطعنامه نهایی جرگه صلح نسل نو و جوانان را به گونه مستقل ترتیب کردند که قرار ذیل است. ما از طرفین مذاکره کننده می خواهیم تا جوانان در حکومت بعد از صلح نقش اساسی داشته باشند. دو، توقف جنگ و آتش‌بس دائمی از مهمترین خواسته های ماست. 3. گفتگوی نرم هیئت‌های مذاکره کننده و عدم کاربرد ادبیات تند و خشن. 4. احترام طرفین مذاکرات صلح بین الافغانی به تمام مذاهب در افغانستان. 5. اعمال فشار بالای هر دو طرف از جانب جامعه جهانی به خاطر به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح. 6. اعمال فشار از طرف جامعه جهانی بالای کشورهایی که طالبان را کمک تسلیحاتی می کنند. 7. پابندی هر دو طرف مذاکره کننده به دستاوردهای 19 سال اخیر. 8. ما طرف های مذاکره کننده می خواهیم که فرصت به دست آمده را قربانی منافع شخصی و یا گروهی نسازند. 9. ما از جوانان می خواهیم که در پروسه صلح همکاری کنند. 10. ما از حکومت می خواهیم الی نهایی شدن پروسه صلح نهادهای امنیتی را به منظور کاهش خشونت ها تقویت و حمایت کند. 11. ما از کشورهای همسایه می خواهیم تا مردم افغانستان را در روند صلح همکاری نموده و از مداخلات در پروسه صلح خودداری کنند. 12. ما می خواهیم که هر دو طرف مذاکره کننده منافع اولیای کشور را نسبت به منافع فردی و شخصی ترجیح دهد. 13. ما تحریک طالبان می خواهیم حسن نیتشان را در پروسه صلح در عمل ثابت کنند. 14. آمریکا باید در پروسه صلح حسن نیت داشته باشد و در روند صلح صادقانه عمل نموده و منافع مردم افغانستان را در نظر گیرند. 15. ما از دو طرف می خواهیم تا در مذاکرات صلح خودگذری نموده از منفعت طلبی و تفوق جویی خودداری کنند. 16. ما از جامعه جهانی می خواهیم تا از ایجاد کمیسیون متشکل از افراد متخصص، مجرب، جوانان تحصیل کرده، خانم ها و قشر آسیب دیده جامعه با منظور نظارت از گفتگوهای صلح حمایت کنند. 17. ما صلح را می خواهیم که سبب از دست دادن ارزش های اسلامی، فرهنگی، ملی و انسانی نشود. 18. ما از حکومت افغانستان می خواهیم تا در تامین امنیت شاهراهای کابل سمنگان توجهی جدی نمایند. در همین حال از تحریک طالبان نیز می خواهیم تا زمینه عبور و مرور مردم را بدون هراس در مناطق حاکمیتشان مساعد بسازند. در پایان برنامه رهبری گروه تماس جوانان برای صلح، برای تمامی اعضای جرگه تصدیق نامه سفیران صلح را اهدا نموده و از برگزار کنندگان جرگه سمنگان تقدیر و تشکر به عمل آوردند. در روال کاری گروپ تماس جوانان برای صلح، قطعنامه جرگه به 3 آدرس: حکومت افغانستان، تحریک طالبان و کشورهای دخیل در پروسه صلح در رأس ایالات متحده آمریکا شریک ساخته می شود. به همین منظور در پایان جرگه نسل نو و جوانان ولایت سمنگان، قطعنامه این جرگه توسط مسئولان و منشی های کمیته های کاری و برگزار کنندگان جرگه به مقام ولایت سمنگان به عنوان نماینده جمهوری اسلامی افغانستان تسلیم داده شد.